سرخط خبرها. دیدار نماینده سازمان ملل و نماینده پاکستان در مورد به رسمیت شناختن گروه طالبان. محدودیت های سختگیرانه طالبان بر عزاداران محرم. پسر پدرش را به قتل رساند. قهوه و کاهش بیماری آلزایمر. سلام و درود. امروز سه‌شنبه 25 جولای 2023 مصادف است به سوم اسد سال 1402 هجری شمسی. با من رضی اختری به سرویس خبرهای افغانستان جهان در تلویزیون جهانی زرین از لس آنجلس خوش آمدید. آصف درانی نماینده خاص پاکستان در امور افغانستان بر روز دوشنبه در دیدار با فریدون سنرلی اوغلو هماهنگ کننده خاص سازمان ملل در امور افغانستان در مورد شناسایی رسمی گروه طالبان گفتگو کردند. حقوق زنان افغان و طالبان پاکستانی از دیگر مباحثشان بوده است. آصف درانی با نشر یک توییت از این دیدار و گفتگو خبر داده است. این مقام ارشد پاکستانی جزئیات بیشتر درباره بحث به رسمیت شناختن گروه طالبان را ارائه نکرده است. امروز سه‌شنبه سوم اسد آخرین مهلت داده شده از سوی حکومت طالبان برای بستن آرایشگاه های زنانه در کابل و ولایت افغانستان است. شماری از آرایشگران گفتند با بسته شدن آرایشگاه هایشان هیچ کاری بدیل ندارند و نگرانند که پس از این چیگونه مخارج زندگی خود را تأمین کنند. اتحادیه پیشوران افغانستان پیش از این نیز گفته بود که بر اساس دستور حکومت طالبان 12,000 آرایشگاه که حدود 60,000 زن در آن کار می کنند بسته خواهد شد. رسانه های ایران گزارش کرده اند که وزارت داخله این کشور دستور داده است که به افغانان ساکن ولایت کرمانشاه ایران اجازه اقامت و کار داده نشود. خبرگزاری مهر ایران به نقد از مقامات حکومتی ایران در کرمانشاه گزارش دادند که برای جمع‌آوری و بازداشت افغان‌ها در این ولایت مهلت 13 روز داده شده که از 28 ماه سرطان آغاز و تا 10 ماه اسد پایان می‌یابد. حکومت ایران درباره دلیل ممنوعیت کار و اقامت افغانان در ولایت کرمانشاه چیزی نگفته است. انجمن حمایت از پناهجویان افغان در ترکیه میگوید که اول جنوری تا 22 ماه جون سال روان 15,020 پناهجوی افغان از ترکیه اخراج شدند. علی حکمت مسئول این انجمن گفت که این رقم بیش از 55% پناهجویان افغان را تشکیل میدهد که طی سال روان میلادی در آن کشور بازداشت شدند. بر اساس ردبندی وزارت داخله ترکیه، شهروندان افغان در صدر مهاجرین غیر قانونی قرار دارند که بازداشت شده اند. منابع از کابل ویدیوهای را منتشر کرده اند که نشان می دهد اعضای طالبان در چند منطقه جلو کاروانهای عزاداران مای محرم را گرفتند و برخی را لاتکوب کردند. در تصاویر دیده می شود که اعضای گروه طالبان سعی دارند پرچمهای عزاداران را بگیرند. طالبان امسال محدودیت های سختگیرانه را بر مراسم مذهبی شیعیان در افغانستان را شدت بخشیده است. در یکی از موارد افراد گروه طالبان در کابل دروازه دکان ها را قفل زدند که بیرق های مربوط به محرم را بر افرشته بودند. منابع محلی در ولسوالی المار ولایت فاریاب میگویند که یک مرد در این ولسوالی از سوی پسرش به قتل رسیده است.
یک منبع محلی در ولسوالی المار ولایت فاریاب می گوید که این مرد غلام سخی نام داشت و به روز یک شنبه اول اسد در روستای قرقینه ولسوالی المار به ضرب گلوله کلاشینکوف کشته شده است. به گفته این منبع این مرد 50 سال سن داشته است. پسر غلام سخی که پس از قتل پدرش فرار کرده بود در کمربند شهری شهر میمنه از سوی طالبان بازداشت شده است. آندرو هریسون معاون فرماندهی سازمان ملل متحد بر روز دوشنبه 24 جولای مباحثات را با کوریای شمالی در مورد سرباز آمریکایی آغاز کرد که هفته گذشته از کوریای جنوبی به سمت کوریای شمالی فرار کرد. تراویس کینگ، سرباز آمریکایی که با جزای انضباطی روبرو بود، قرار بود به پایگاه نظامی فورت بلس ایالات تکساس آمریکا منتقل شود. پنجشنبه گذشته مرز دو کوریا را به گونه غیر قانونی عبور کرد و گمان می رود که اکنون در کوریای شمالی در بازداشت به سر ببرد. دو فرد متعرض در شهر کوپنهاگن، پایتخت دنمارک، بر روز دوشنبه 24 جولای نسخه از قرآن را در برابر سفارت عراق به آتش کشیدند. متعرضان که خود را وابسته به گروه میهن پرستان دنمارک می خوانند، نخست قرآن را لگدمال کرده سپس بران آتش افروختند. پس از آن که سلوان مومیکا مهاجر عراقی مقیم سویدن قرآن و پرچم عراق را در مقابل سفارت عراق در شهر استکهلم پایتخت سویدن به آتش کشید، تظاهرات گسترده در شماری از کشورهای اسلامی را اندازی شد. گزارش های حاکی از آن است که دو تیاره بی سرنشین اوائل روز 24 جولای به ساختمان ها در مسکو برخورد کردند. با گزارش رسانه ها سرگی سوبیان شاروال مسکو در تلگرام نوشته است که دو ساختمان غیر مسکونی حوالی 4 صبح هدف قرار گرفتند و به گفتش این رویداد تلفات و خساره جدی به همراه نداشته است. رسانه ها گزارش داده است که لاشه های این تیاره های بی سرنشین در نزدیکی مقر وزارت دفاع روسیه پیدا شده است. مطالعه که دانشمندان ایتالیایی انجام دادن نشان می دهد که اجزای اصلی قهوه، اسپرسو، ممکن است از تجمیع پروتئین مرتبط با بیماری آلزایمر در مغز انسان محافظت کند و می تواند به محققان در تولید دارویی برای این بیماری کمک کند. مشخص نیست که آلزایمر چگونه شکل می گیرد و آغاز می شود، اما تجمع تهاجمی پروتئینی به نام تاو در مغز مزنون اصلی ابتلا به این بیماری است. محققان امیدوارند که این یافته ها در نهایت منجر به درمان های پیشگیرانه یا داروی برای بیماری آلزایمر شود. با نشرین خبر با پایان سرویس خبری امروز تلویزیون جهانی زرین از لس آنجلس رسیدیم. من رازی اختری و اتفاق همکارانم از توجهتان تشکر میکنم. تا برنامه دیگر خدا نگهدار.